برای شما فرستاده. خب این یه داستان جدید رسیدیم، یه چند بیت دیگرش هم میخونیم. دعوت باز بطان را از آب به صحرا. بط میدونید یعنی اردک، مرغابی. یه مش مرغابی تو آب نشستن، یک باز پرنده شکاری میاد اینا رو میگه پاشیم بریم تو صحرا، دعوت میکنه به صحرا. باز گوید بط را که از آب خیز، تا ببینی دشت ها را قندریز. اون همین چند بیت پیشتر گفتیم که این دعوت هی میکرد، این روستایی از شهری هی دعوت میکرد، هی پیام اندر پیام براش میفرستاد. حالا یکی از یک نحوه پیام اینجا داره میگه، بازی پرنده شکاری اومده به یه بطی که تو آب نشسته، میگه که از آب خیز تا ببینی دشت ها را قندیز. میگه از این آب بیا بیرون، من تو رو میبرم تو این دشت بغل پر قنده. همین چیزی که ما رو به دنیا میخونه. بط عاقل گویدش که باز دور، آب ما را حسن و امن است و سرور. این مرغابی اگه عاقل باشه بهش میگه که ای باز دور شو، آب برای ما حسنه. حسن یعنی جایی که شما احساس به اصطلاح امنیت و پوشش میکنی، جایی که جای شما امن و راحته. میگه آب برای ما هم حسنه، هم امنه، هم سروره، هم شادمانیم توش. تو برو، ما تو این آب خوشیم، ما همین به دلمون چسبیدیم خوشیم. ما رو بی خود به دشت که همون دنیای خشکیه نخوان. ما با آب تو آب جنس ما بته. ما مرغ خانگی نیستیم که رو خاک بتونیم زندگی کنیم. یادتون میاد آخرین داستانه یا یکی مونده به آخر تو دفتر دوم، همین بود که مولانا میگفت شما مرغابی هستید که زیر مرغ خانگی گذاشتن تخمتونو و اونجا سرباز کردید و شما باید تو آب به آب برگردید. حالا این بطا تو آبن، یکی اومده میخوانتشون به خشکی، میگه که گفت برو. خلاصه دیو چون باز آمده ای بطان شتاب، هین به بیرون کم روید از حسن آب. حالا به اون بطای دیگه میگه این بطا آبه، میگه اگه این دیو یه دفعه دیگه به صورت این باز اومد شما رو خوند به اون سمت، هین به بیرون کم روید از حسن آب، از این منطقه که شما بهش تعلق دارید خارج نشید. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست داره پای مرد. این باز اول پرنده است، باز دوم یعنی برگرد، بازگرد. بهش میگم برگرد، دست از سر ما بردار. ما بری از دعوتت، دعوت تو رو، ما ننوشیم این دم تو کافرا. حسن ما رو، قند و قندستان تو رو، من نخواهم هدیت بستان تو را. این باز میگه شما هم باید اینطوری برخورد میکردید که بگید آقا ما تو این جایی که هستیم راحتیم، تو این طرف جان، اون قند و قندستان تو را، اون ماشین و اون خونه و البته حتما حواسمون هست که ما از این راه رفتیم و مجبور بودیم بریم و حالا فقط مولانا از این ابیات میخواد ما رو به وسیله این ابیات چشم ما رو باز کنه که ما فرق این دوتا رو با هم تشخیص بدیم و حتما نمیگه که شما نباید برید کار کنید یا فلان، ولی اینطوری که ما دل و جان رو همه رو فدای اون دنیای مادی میکنیم، منظور آگاه شدن ما به این مسئله. حالا ایشون یه ذره دست بالا میگیره که خلاصه حسن ما را، قند و قندستان تو را، یعنی اون چیزی که شیرینی های این دنیا که ما فکر میکنیم شیرینه همش مال خودت، ما هم این آرامشی که اینجا داریم برای ما کافیه. این یه عمری فقط شما باید بگذرونید
یعنی ما باید یک عمری برمان بره تازه بفهمیم که این آرامش شیرین ترین قند زندگی ما. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. اگه جان باشه نونم میرسه، مولانا میرسه، هیچ وقت نون کم نمیاد. خوش آمد به تازه واردین. از بیت 438 پی میگیریم. آخرین بیتی که خوندیم بود: چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. ادامه میده مولانا، میگه خواجه حاضر بسی عذر آوری، بس بهانه کرد با دیو مری. یعنی هنوز خواجه حزم داشت که بگه هی بهانه بیاره، بگه من نمیخوام بیان بده، هی بهانه می آورد. دیو مریدم یعنی دیو متمرد، یعنی سرکش. همون گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظر. بهانه می آورد، علت این که نمیام اینه که کلی کار دارم اینجا، اگه بیام از این کارها باز میمونه. شاه کاری نازکم فرموده است، ز انتظارم شاه شب نغنوده است. یعنی نخوابیده. من نیارم ترک امر شاه کرد، من نتانم شد بر شه روی زرد. هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص، میرسد از من همی جویت مناس. ببینید الان شهری داره به اون روستایی بهانه میاره که چرا نمیام، بعد میگه که من یه شاهی، مثلا من در خدمت یه شاهی هستم که هی به من یه مأموریت یا یه دستوری میده، کار نازکم فرموده است. یعنی یه چیزی از من میخواد این شاه. این شاه نیست مگر همین زندگی. از ما هم هیچی نمیخواد مگر اینکه ما زندگی کنیم. و هر روزم ما رو چک میکنه، هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص، میرسد از من همین جوید مناس. مناس یعنی در از گریزگاه، ولی اینجا میاد ببینه که من چه کار کردم، نتیجه کار منو ببینه. یعنی زندگی هر روز ما رو چک میکنه ببینه که ما داریم زندگی میکنیم یا نه.